سرخط خبرها، هند به حمایت فنی از سیستم بحران‌زده بانکی افغانستان موافقت کرد. افزایش قیمت تریاک در پی محدودیت طالبان انگیزه کشاورزان برای کاشت خشخاش را افزایش داده است. بیش از 5000 مهاجر در کمتر از 2 سال در مسیر اروپا کشته شدند. افشای رازهایی که به قیمت جان گلبدین تمام شد. کار غیر باور نکردنی طالبان با میر مفتون. آیا افغانستان می تواند فدرالی شود؟ مشروع خبرها. دولت هند پس از درخواست کمک مقامهای بانک مرکزی زیر اداره طالبان از این کشور به ارائه کمک در زمینه هر مشکلات فنی سیستم بانکداری موافقت کرده است. اکونومیک تایمز به نقل از آیتی روز یکشنبه 3 اکتبر گزارش داده است که عبدالقادر ادریس رئیس بانک مرکزی طالبان اخیراً با بهارت کمار رئیس تیم تکنیکی هند در کابل دیدار و از وی درخواست کمک کرده است. دو طرف در مورد همکاری های اقتصادی و نیز حل مشکلات بانکی گفتگو کردند. بانک مرکزی طالبان به گونه رسمی در مورد این دیدار چیزی نگفتند. در پی تسلط طالبان بر افغانستان، سیستم بانکی این کشور با بحران نقدینگی مواجه شد و پس از آن هشدارهایی در مورد فروپاشی این سیستم به نشر رسید. افزایش قیمت تریاک در پی محدودیت طالبان انگیزه کشاورزان برای کاشت خشخاش را افزایش داده است. پس از آن که طالبان خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان را ممنوع اعلام کردند، قیمت تریاک افزایش 50% داشته است. فاینانشال تایمز با استناد به اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نهاد آلسیس که تحقیقات تصاویر ماورایی را در اختیار دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی قرار می‌دهد، روز دوشنبه 9 عقرب گفته است که افزایش قیمت مواد مخدر سبب شده تا کشاورزان انگیزه بیشتر برای کاشت خشخاش پیدا کنند. نهاد آلسیس میگوید که مقام‌های طالبان به نظر می‌رسد تجارت عظیم هیروئین را بدون هیچ مانع رها کردند و مزارع وسیع خشخاش هنوز کشت می‌شود. تصاویر ماورایی آلسیس نشان می‌دهد که مقام‌های طالبان با بستن تعداد از کارخانه‌ها و بازارهای مواد مخدر در یک اقدام بیشتر نمادین به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. بر اساس ادلات ماورایی نشر شده توسط کرسال نیست در سالهای اخیر در افغانستان افزایش یافته است. تحلیلگران میگویند که اگرچه ظاهراً این ممنوعیت هنوز به طور گسترده اجرا نشده است، اما قیمتها به دلیل تهدید سرکوب آتی و کمبودهای بعدی در حال افزایش است. محاصره دفتر و خانه رهبر حزب اسلامی افغانستان از سوی طالبان. منابع در کابل مدعی‌اند که نیروهای طالبان دفتر و منزل گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را در ساحه دارالامان شهر کابل محاصره کرده است. به گفته منابع، نیروهای طالبان بعد از ظهر روز یکشنبه 8 عقرب با حضور در ساحه دفتر حزب اسلامی افغانستان و منزل آقای حکمتیار خانه و دفتر او را محاصره کردند. دفتر حزب اسلام و منزل گلبدین حکمتیار در حال توسط طالبان محاصره شده که رهبر حزب اسلامی در خطبه نماز جمعه 6 عقرب مدعی گردیده بود که مذاکرات پنهانی ایدهای بلندپایه اطلاعاتی و امنیتی امریکا و طالبان برای یک توافق جدید از مدتها قبل آغاز شده است و اکنون دو طرف به توافقهای نیز دست یافتند. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. سعید نادری گزارش می‌دهد. حکم مفتون باز بار دیگر طالبان را برقصیدن آورد. سعید نادری در ادامه می‌گوید خدا خارتان کند. چه جوانهایی را شما به جرم گوش دادن به موسیقی و آواز خواندن به خاک خون نکشیدید. و حالا خودتان به دنبوره هنرمند پنجه طلایی یعنی مفتون بزرگ دارید رقص می‌کنید. این در حالی است که طالبان گوش دادن موسیقی را حرام می‌دانند. بیش از 5000 مهاجر در کمتر از 2 سال در مسیر اروپا کشته شدند. در یک هفته اخیر مرزبانان ترکیه تاکنون دست کم 4 نفر را جلوی چشم ما کشتند و 4 نفر دیگر مفقود شدند. اندپندنت فارسی گزارش می‌دهد. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM در گزارش جدیدی که روز سه‌شنبه منتشر کرد اعلام کرد که از آغاز سال 2021 تا اکتبر سال جاری میلادی دست کم 5684 نفر از مهاجران و پناهجویان جان خود را در مسیر رسیدن به اروپا از دست دادند. این مرگ و میرها در مسیر دریای مدیترانه مرزهای زمینی اروپا و داخل این قاره رخ داده. از 270 مورد از قربانیان مندرج در این آمار مهاجران افغان بودند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت در قالب پروژه‌ای به نام مهاجران گمشده از سال 2014 تا کنون بیش از 29,000 موارد مرگ مهاجران در مسیر مهاجرت به اروپا را ثبت کرده است. گزارشگران این پروژه دست کم 2836 موارد مرگ مهاجران را از سال 2021 تا 24 اکتبر 2022 در مسیر دریای مدیترانه مرکزی ثبت کردند. این آمار در مقایسه با آمارهای سالهای 2019 و 2022 که شمار قربانیان به 2262 مورد می رسید افزایش نشان می دهد. در میان آمار مهاجران کشته شده در مسیر اروپا در دو سال گذشته مهاجران سوری با بیش از 700 مورد مرگ در جایگاه اول و مهاجران افغان با حدود 270 مورد مرگ ثبت شده است. در جایگاه هفتم قرار دارند. این در حالی است که آمار ثبت شده در این پروژه ممکن است تنها نشان دهنده بخشی از چیزی باشد که در این مدت رخ داده است، زیرا سازمان بین المللی مهاجرت در این گزارش نوشته است که شمار زیادی از قایق‌ها کاملا ناپدید شدند و بنابراین آمار مشخص از آنها در دست نیست. از سوی دیگر این سازمان گفته است که میزان شناسایی هویت افرادی که در مسیر مهاجرت اروپا جان خود را از دست دادند به شدت پایین است و به این دلیل تشخیص دقیق تعلق قربانیان به کشورهای آنان ممکن نیست. برای مثال سازمان بین‌المللی مهاجرت نوشته است در مدیترانه مرکزی فقط ملیت 4 نفر است، 59 نفر یعنی 7% که در سال 2021 در سواحل اروپا جان باختند مشخص شد، به این معنا که هویت 55 نفر دیگر احتمالاً ناشناخته باقی می‌ماند. این گزارش همچنین از افزایش تلفات انسانی در مرز ترکیه و یونان در یک سال گذشته خبر داده است. این مسیر را اغلب پناهجویان افغان و عرب استفاده می کنند. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، شمار مهاجران افغانی که از مسیر ایران، ترکیه و یونان قصد مهاجرت به اروپا دارند چندین برابر افزایش یافت. در همین حال هر روز گزارش های تکان دهنده از برخورد مزباران ایرانی و ترکیه‌ای در مرزهای این دو کشور با مهاجران افغان به دست می رسد. در آخرین مورد روز چهارشنبه یک افسر نظامی دولت پیشین افغانستان در تماس با اندپندنت فارسی گفت که با جمعی از مهاجران افغان که قصد سفر به ترکیه دارند در مرز ایران و ترکیه گرفتار ماندند و در وضعیت دشوار قرار دارند. او تصریح کرد مرزبانان ترکیه تاکنون دست کم 4 تن را جلو چشم ما کشتند و 4 نفر دیگر کاملا مفقود شدند. این مهاجر افغان گفت که اغلب کسانی که با این کاروان‌های قاچاق از مسیر ایران راه ترکیه را در پیش می‌گیرند نظامیان پیشین و دیگر کسانی هستند که از ترس انتقام‌جویی طالبان از افغانستان گریختند. برخی دیگر هم به دلیل بیکاری و فقر شدید راه مهاجرت در پیش گرفتند. در همین حال دیدبان حقوق بشر چند پیش گزارش تکان دهنده از برخورد نظامیان یونانی با مهاجران که از مرز ترکیه وارد این کشور میشوند منتشر کرد. بر اساس این گزارش شمار چشمگیری از این مهاجران را افغان‌ها تشکیل می‌دادند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.